عرض ادب خدمت همه شما هموطنان عزیز. رأس ساعت 4 دوباره میهمان خانه های شما عزیزان شدیم با یکی دیگر از برنامه های روی خط زندگی. انشالله که حالتان خوب باشد، در صحت، سلامتی و عافیت کامل باشید در هر کجایی که هستید و از هر کجایی که بیننده و همراه برنامه ما هستید در سلامتی باشید. این شعار همیشگی ماست که سلامتی شما از اون آرزوی ماست. ممنون که برنامه ما رو برای تماشا انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو میهمان شما از اون هستیم و امیدوار هستم که گفتگوی پر اهمیت، دلچسب و در عین حال بتونیم پر مفهومی رو برای شما از اون ارائه کنیم. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز و ارجمند، در عصر زیبا و دلپذیر روز سه‌شنبه میهمان خانه های شما عزیزان هستیم و خوشبختانه با فصل جدیدی از حقوق خانواده و اجتماع در خدمت شما عزیزان هستیم. لازم هست که در این خصوص صحبت هایی باشه، چون واقعا جامعه پیرامون ما جامعه ارتباطات هست و لازم هست که قوانینی که بر این ارتباطات حاکم هست همگی بدانیم و رعایت کنیم. دوستان عزیز و ارجمند، در خصوص حقوق خانواده میخواییم صحبت هایی داشته باشیم. یک دسته از مقررات و قوانینی هست که ناظر بر روابط میان اعضای خانواده میتونه باشه. سه بخش خیلی مهم میتونه داشته باشه: ازدواج، طلاق و بعد از او بحث ارتباطات نسبی که میان اعضای خانواده هست. در بحث ازدواج ما بحث نفقه، مهریه و ازدواج داریم. در بحث طلاق مبحث بسیار پر اهمیت طلاق و تفریق برای زوجین، و در ارتباطات میان اعضای خانواده نسب و قرابت ها اشاره‌ای خواهد شد. موضوعات مهم است، ولی خوب هست که این بررسی را از همون ابتدای خودش شروع کنیم و اهمیتی که خانواده میتونه در نظام حقوقی داشته باشه را به بحث و گفتگو برسیم بگیریم، تا انشالله به موارد پر اهمیت ترش که امروز سعی داریم به او بپردازیم برسیم. میهمان گرامی ما خانم شیخ زاده هستند و به اتفاق ایشان این بحث برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم شیخ زاده، خیلی خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیزی که ما را از پرده های تلویزیونشان میبینن، خوشحال هستم که امروز در خدمت شما عزیزان هست. ممنون، بسیار خوش آمدید. ما خوشحال هستیم که به اتفاق شما این بحث برای بینندگان عزیز تقدیم بشه. در خصوص علم حقوق و در واقع جامعه حقوقی، به هر حال خوب هست که اطلاعات نسبی برای همگان باشه. فکر میکنم اگر بخوایم یک جامعه مسالمت آمیز، رفتارهایی که مبتنی بر ارزشهای قانونی و اخلاقی هست داشته باشیم، باید دیدگاه ما نسبت به این موضوع روشن‌تر شود و مفاهیمی هست که باید بدانیم. در خانواده هم به هر حال اگر این روابطه بخوایم به شیوه درستش تبیین کنیم، بررسی کنیم، پس لازم هست که در خصوص حقوق خانواده، حقوقی که میان اعضای خانواده پایدار هست، اطلاعاتی داشته باشیم. از همین واژه صحبت‌ها رو شروع کنیم. مفهوم و منظور از حقوق خانواده دقیقاً چه چیزی هست؟ با نام خدای بزرگ و متعال، اما قسمی که شما هم پرسیدین، برای ای که ما بفهمیم خود خانواده چه جایگاهی داره و همبستگی و تعاون میان اعضای خانواده شکل بگیره، بهتر از اول خود مفهوم حقوق خانواده رو به بحث بگیریم، چون ما در اینجا مراد ما از خانواده مراد حقوقی است که از نظر دانشمندان علم حقوق خانواده رو تعریف کردن. لذا اندیشمندان حقوقی تعریف متفاوت و گوناگونی را برای حقوق خانواده ارائه کردند. یکی از جمله تعریفی که حقوقدانان بر او تاکید داشتن، میگن روابط فرد یا مناسبت‌های افراد با خانواده‌اش که تشکیل شده و یا هم در حال تشکیل هست. بنابر این تعریف ارائه شده از طرف دانشمندان حقوق، ما میگیم که این تعریف از چند دلیل مورد نقد قرار میگیره.
اولین نقدی که اندیشمندان بر این تعریف ارائه کردن ایست که میگن ارتباط و یا هم مناسبت فرد را با خانواده‌ای که تشکیل شده و یا هم در حال تشکیل هست. یعنی در این تعریف بر ما فرایند قبل از تشکیل خانواده و زمان تشکیل خانواده را بیان میکنه. فرایند تشکیل قبل از تشکیل خانواده شامل مناسبت ها و اعمالی مثل خواستگاری، نامزدی و ایناست. و بعد از تشکیل خانواده خود نکاح و آثاری که نکاح و بار میاره را داراست. در حالی که ما اگر به علم حقوق و حقوق خانواده که یکی از شاخه های علم حقوق هست مراجعه بکنیم، بر علاوه ای که حقوق به موارد قبل از تشکیل خانواده اشاره میکنه، به موارد بعد از تشکیل خانواده و انحلال نکاح هم اشاره کرده که میتونه پر اهمیت تر بله که این هم اهمیتش بیشتر است و آثاری که اون نکاح به بار داره را هم بیان میکنه. از این جهت مورد نقده. لذا دانشمندان در تعریف دیگری از حقوق خانواده میگن منظور از حقوق خانواده، اول خود حقوق خانواده را میگن شاخی از حقوق خصوصی است. وقتی که میگن شاخی از حقوق خصوصی است، به این معناست که بقیه موارد حقوقی را از این تعریف یا از دایره این تعریف دور میسازن. یعنی موارد مثل حقوق عمومی و اینا را شامل نمیشه، بلکه یک شاخه از حقوق خصوصی است. و بر علاوه ای که این شاخی از حقوق خصوصی هست، خصوصی داخلی هست. بله. و بر علاوه او میگن در این تعریف بر ما بیان میکنن که مناسبت زوج و زوجه و حقوق و تکالیفی که زوج و زوجه نسبت به همدیگه دارن، حقوق و تکالیف اولاد نسبت به والدین و حقوق و تکالیف والدین نسبت به اولاد را بیان میکنن. در این تعریف بر ما سه نکته اساسی را بیان کردن. اول ارتباط متقابل و یا هم حقوق و تکالیف متقابل میان طرفین که زوج و زوجه باشه. بله. و دوم بر علاوه زوج و زوجه حقوق و تکالیفی که این زوج و زوجه نسبت به فرزندان خودشان دارن و حقوق و تکالیفی که فرزندان نسبت به زوج و زوجه را دارن بیان میکنن. بله. لذا وقتی که ما این تعریف را بیان میکنیم، از این تعریف نتیجه‌ای که به دست میاریم میگیم این تعریف جامعیت و مانعیت بهتر نسبت به تعریف قبلی داره. چون هم وقتی که ما گفته میشه حقوق خانواده، منظور ما فقط در دایره علم حقوق از تعریف خانواده. یعنی ما اگر خانواده را به بحث میگیریم، منظور ما از تعریف خانواده از نظر بقیه علوم نیست، مثل روانشناسی یا علوم دیگه، بلکه منظور ما از نظر علم حقوق است. و دوم رابطه متقابل میان طرفین را بیان میکنه که این رابطه هم میتونه در قالب حقوق باشه، یک سری حقها، و هم میتونه در قالب یک سری تکالیف باشه. بسیار خب، در واقع نظریه دوم آمده تکمیل کردن نظریه اوله که فکر میکنم نواقصی هم داشت. به فرموده شما که اصلا مبحث خانواده وقتی اهمیتی پیدا میکنه که آثار شما بخواییم مورد بررسی و مطالعه قرار بتونیم. تا زمانی که آثار خانواده یا تشکیل نکاح و بعد از نکاح اثرش مورد بحث نباشه، خود نکاح آثار قبل از عوامل قبل از نکاح معنایی پیدا نمیکنه، بلکه ما باید ثمر او ازدواج را هم در نظر داشته باشیم که این ازدواج چه ثمری داشته و اگر انحلال پیدا کرده یا او نکاح منحل شده، باز هم چه آثاری را نسبت به و چه حقوق و تکالیف را نسبت به طرفین که زوج و زوجه باشه اعمال میکنه و چه حقوق و تکالیف را نسبت به فرزندانی که ثمری ازدواج هست را به بار میاره. بسیار خب، سپاسگزارم. میگم جامعه حقوقی ما برای تبیین درست این مفاهیم حقوقی و قوانینی که در واقع ناظر بر این روابط انسانی میان اعضای خانواده هست، مشخصا به دنبال چه هدفی هست؟ یعنی چقدر میتونه این موضوع و درک صحیح از حقوق خانواده برای ما اهمیت داشته باشه؟
حقوق خانواده وقتی درک درست و مناسب داره، زمانی که همردیف و همراه با اخلاق باشه. همونطوری که ما میدانیم حقوق ارتباط تنگاتنگی با برخی از علوم داره. یکی از علومی که حقوق با او ارتباط داره فقه هست. بر علاوه فقه، یکی دیگه از علومی که حقوق با او ارتباط تنگاتنگ داره اخلاق هست. در حقوق خانواده بر علاوه ای که قانونگذار میایه برخی از حقوق و تکالیف را نسبت به زوجین بیان میکنه، در کنار از او وقتی حقوق خانواده معنا پیدا میکنه که اخلاق هم در نظر گرفته شده. یعنی ما در حقوق خانواده علم اخلاق تقدم داره نسبت به علم حقوق، برعکس بقیه موارد که همچین چیز را ما نداریم. مثلا ما اگر در از نظر حقوقی و قانونی در نظر بگیریم، خانم هر بار شیری که به کودک میتونه در ازای او شیر از همسر خود معاش و پولی را دریافت بکنه. بله. اما این خلاف اخلاق هست، یعنی اخلاقش و عرفی که در جامعه حاکم هست و شرعی که اسلام او رو بنا کرده ایره اجازه نمیده. لذا در اینجا ما میگیم حقوق وقتی معنا داره که اخلاق بر او تقدم داشته باشه، البته در مباحث خانوادگی. بسیار خوب، سپاسگزارم. میکنم تشکر از صحبت‌های شما، ممنون. تا اونجایی که فرصت در بخش اول اجازه میده اشاره داشته باشیم به بحث خانواده و اون جایگاهی که میتونه در یک اجتماع داشته باشه. به هر حال وقتی صحبت از خانواده میشن، مفاهیم پیچیده و پر اهمیتی در کنار یک دیگر چیده میشن تا ما بتونیم تصور درستی از جایگاه واقعی یک خانواده داشته باشیم که اعضای مشخصی دارن این مسئولیت خطیر و پر اهمیت یدک میکشن. چون در خصوص حقوق خانواده صحبت شد، پس لازم هست که در رابطه با خود خانواده و جایگاهی هم که داره اشاراتی داشته باشیم. جایگاه خانواده را ما در اجتماع از چند نظر میتونیم بحث بکنیم. اولین جایگاهی که خانواده داره، چون بحث ما بحث حقوقی هست، از نظر حقوق ما در نظر میگیریم. حقوق خودش یک دانش اجتماعی است و از جمله شاخه های علوم انسانی به شمار میره. لذا جایگاهی که در نزد قانونگذاران داره حقوق خانواده، خود مباحث خانواده جایگاهی بس بلند و رفیع است. تا آنجایی که ما اگر دوره مدون و حقوق مدون افغانستان را اگر برش مراجعه بکنیم، میبینیم از زمان تشکیل اولین قانون اساسی که در زمان 1301، یعنی زمان امان الله خان به تصویب رسید و به تبع از او در سال 1303 اولین قانونی شکل گرفت که بیانگر جای بر علاوه ای که بیانگر جایگاه و اهمیت خانواده بود، به حقوق و تکالیف همسر و زوجه و زوج هم اشاره داشت. بله. از جمله موارد، قانونی در سال 1303 به تصویب رسید که تحت نام نظامنامه ازدواج، نکاح و ختنه سوری بود. در این قانون قانونگذار اشاراتی کرده بود بر بحث خانواده و مباحث انحلال نکاح، آثار نکاح و مراحل قبل از تشکیل خانواده. هدف از وضع این قانون، او قسمی که در مقدمه‌اش هم آمده، از بین بردن عرف و عاداتی که مغایر با شرع و اخلاق حسنه باشه و قانون باشه بیان شده. به تبع از این قانونی که در سال 1303 به تصویب رسید و اشاره کرد به مباحث خانوادگی، در سالهای بعدی هم قوانین متعددی از زمان بعد از امان الله خان، یعنی زمان نادرشاه، همین قسم زمان ظاهرشاه تا به زمان فعلی به تصویب رسید که مرجع ما زمان یعنی از قانونی که ما میتونیم از او استفاده بکنیم، قانون مدنی 1355 هست. در این قانون مقنن از مواد 56 این قانون مدنی را تا ماده 336 این قانون را اختصاص به مباحث خانوادگی داده. وقتی که این مواد طولانی اختصاص داده شده به مباحث خانوادگی، بیانگری ایست خود این مبحث که از نظر قانون گذار افغانستان و از نظر حقوق مدنی و قانون مدنی، بحث خانواده از مباحث رفیع و بلندی است. و در پهلوی عزیب
قانون احوال شخصی اهل تشیع هم اشارات متعددی به مباحثی در خصوص حقوق خانواده داشته. درست. مثلا ما وقتی به قانون احوال شخصی اهل تشیع مراجعه بکنیم میبینیم از ماده 68 این قانون یا 67 حالا اشتباه از من تا به ماده 180 این قانون اختصاص داده شده به مباحثی در خصوص خانواده که بیانگر وقتی ما این قوانین را میبینیم همه بیانگر ارزش و مقام بلند خانوادگی است. در اجتماع ما خانواده از جایگاه بلندی برخورداره. اگر از نظر شرع ببینیم آیات قرآن و روایات متعددی در خصوص خانواده، تشکیل خانواده، آثاری که باقی از خود میمانه، ارزش نکاح، روایات خیلی متعددی از معصومین ما داریم. اما قسمی که میگن در روایتی نقل میکنن که یک رکعت نمازی که خانم یا هم آقایی که همسر داره و متأهل هست بخونه برابر با معادل با 1000 رکعت و یا هم 100 رکعت از نمازی است که فرد مجرد میخونه. این بیانگر خود ارزش و مقامی است که هم از نظر شرع و هم از نظر قانون در خصوص خانواده وجود داره. بسیار خوب. سپاسگزارم خانم شیخ زاده. ممنون از صحبت‌های شما. اجازه می‌خوام که خیلی کوتاه میام برنامه‌ای داشته باشیم و ان شاءالله این بحث پر اهمیت در بخش دوم همچنان ادامه بدیم. دوستان عزیز ارجمند ممنون از همراهی شما. میان برنامه‌ای را به اتفاق یک دیگر می‌بینیم و همراه ما باشید در بخش دوم برنامه. خب دوستان عزیز ارجمند در خدمت شما هستیم با برنامه روی خط زندگی. صحبت ما در خصوص حقوق خانواده و جایگاهی که خانواده میتونه در حقوق داشته باشه هست. اشاره شد که حقوق خانواده میتونه تعادل ایجاد کند در حقوق و تکالیفی که میان اعضای خانواده هست و توجه به نیازهای منطقی و اساسی که در واقع استوار و پایبندی شده در میان اعضای خانواده و حقوق خانواده به این مهم‌ها در واقع توجه داشته و اشاراتی هم داشته. بخش دوم برنامه است و همچنان این صحبت‌ها را به اتفاق خانم شیخزاده ادامه می‌دهیم. در خدمت شما هستیم خانم شیخزاده در خصوص این که خانواده میتونه چه جایگاهی داشته باشه، حالا از دیدگاه حقوقی و هم اجتماعی صحبت‌های شما را شنیدیم، چه دیدگاه‌های دیگری در رابطه با او جایگاه ویژه‌ای که خانواده میتونه داشته باشه وجود داره؟ دیدگاه‌های متفاوت دیگری هم در خصوص جایگاه خانواده در اجتماع بیان شده. یکی از موارد اما قسمی که قبلا هم اشاره کردم در شرع تاکید بیش از حدی برای تشکیل خانواده بیان شده تا آنجا که خود تشکیل خانواده را مستحب مؤکد دانستن و اگر این طوری که خلال و یا هم منجر به این شود که فرد به گناه مواجه شوه و امکان مواجه شدن فرد به گناه متصور باشه حتی واجب دانسته شده. او هم از جمله واجب‌های عینی وجوب عینی داره. لذا در نظر از نظر خود حقوق هم اما قسمی که گفتم بر علاوه قانون مدنی، قانون احوال شخصی، اعلامیه جهانی حقوق بشر اشارات متعددی بر حقوق خانواده و تشکیل خانواده داشته و آثاری که خانواده از خود به جا میمونه. من جمله قانون اساسی افغانستان یعنی قانون 1382 افغانستان در ماده 57 خودش میگه خانواده رکن مستقل هست که دولت افغانستان او را حمایت میکنه و مخصوصا این حمایت دولت شامل طفل و مادر این طفل را شامل میشه. بنا به بیانی که قانونگذار در قانون اساسی از خانواده داشته و این رکن مستقل و اساسی یک جامعه قلمداد کرده، بر علاوه از او دولت را مکلف به حمایت هایی برای خانواده دانسته، یعنی دولت باید حمایت های کافی را برای این خانواده تشکیل بده که او حمایت میتونه برای خود طفل و بر علاوه طفل
برای مادر طفل هم شامل شود. در حقوق بشر هم مواد مختلفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به بحث تشکیل خانواده، آثار تشکیل خانواده را اشاره کرده قانونگذار و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به اونها ملحق شده. با توجه به این گستردگی هایی که ما میبینیم هم در شهر هم در قوانین افغانستان خود ما و هم در جامعه بین المللی مثل حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام بیان شده و افغانستان هم به این اعلامیه ملحق شده و ایره پذیرفته، نتیجه میگیریم که خود مبحث خانواده هم از نظر دانش حقوقی و هم از نظر دانش فقهی و به تبع از او از نظر دانش اخلاقی و بین المللی از جایگاه بلندی برخوردار هست. بسیار خوب، سپاسگزار میکنم، تشکر از صحبت های شما. دوباره برگردیم در خصوص حقوق خانواده اشاراتی داشته باشیم. وقتی صحبت از چنین مبحث پر اهمیتی میشه، در واقع زیر مجموعه هایی هم داره که این حقوق خانواده میخواد اونا را در مباحث مختلف و جداگانه به بحث و گفتگو بگیره. مهمترین اشاراتی که در حقوق خانواده میتونه جای داشته باشه کدام ها هستند؟ مباحثی که حقوق خانواده به او اشاره میکنه از فرایند تشکیل خانواده، یعنی قبل از تشکیل خانواده که شامل خواستگاری، نامزدی و اینا میشه، و بعد از او بعد از تشکیل خانواده، یعنی زمانی که نکاح منعقد شد، آثار نکاح چی هست، ویژگی هایی که خاطب و مخطوبه باید داشته باشند برای انعقاد نکاح، اینا بیان میشه، آثاری که نکاح از خود به بار میاره، شرایط صحت نکاح، شرایط انفاذ نکاح یا نفوذ بودن نکاح، اینا جزء مواردی است که در حقوق خانواده بحث میشه. بر علاوه آثار، شرایط انحلال نکاح و مواردی که منحل میشه نکاح و ساقط میشه را هم اشاره میکنه. از جمله انحلال نکاح میتونیم طلاق را بگیم، خود طلاق، عده، مدت عده‌ای که خانم سپری میکنه، حضانت طفل به عهده چه کسی میشه، موارد ارث بردن همسر و طرفین، یعنی زوج و زوجه، اینا از جمله مواردی است که در حقوق خانواده به بحث گرفته میشه. یعنی ما در کل در حقوق خانواده مراحل قبل از تشکیل خانواده، مراحل بعد از تشکیل خانواده که نکاح بعد از اینکه منعقد شد و عقد خوانده شد چه آثاری را به بار میاره و چه نکاح نکاح صحیح و نافذی هست و چه نکاح نکاح باطلی قلمداد میشه، اینا را بیان میکنه. و در آخر هم زمانی که نکاح منحل میشه چه مواردی جزء انحلال نکاح، مثل فسخ، انفساخ و یا هم تفریق و اینا جزء موارد انحلال نکاح، همه را در حقوق خانواده به بحث گرفته میشه. بسیار خوب، تشکر. و لازم میبینیم که انشالله برای هر کدام در جلسه جداگانه صحبت های داشته باشیم تا اینکه دانش اجتماعی مردم از ما در خصوص این مباحث پر اهمیت افزونتر شود. بسیار خب، دوباره در خانواده برگردیم. فکر میکنم اگر ما شناخت کافی از روابط خانوادگی و او حقوق تکالیف متقابلی که میان اعضای خانواده هست داشته باشیم، در واقع یک خانواده متعالی و ایدئال شکل میگیره و به تبعیت از این جامعه هم که ما زندگی میکنیم یک جامعه ایدئال میشه، مسئول میشه و ارتباطات انسانیش هم مستحکم تر میشه. در روابط انسانی که میان اعضای خانواده هست چه چیزی میتونه خیلی پر اهمیت باشه خانم شیخ زاده؟ در روابط انسانی که میان اعضای خانواده شکل میگیره، ما باید خود ما وقتی این روابط را خوب معنا میتونیم، زمانی که ما این مفهوم خانواده را به معنای حقیقیش بشناسیم. اگر ما مفهوم خانواده را درست نفهمیم، طبیعی است روابطی هم که میان اعضای خانواده شکل میگیره دچار مشکل میشیم برای بیان این روابط که این روابط چگونه باشه. لذا برای مفهوم خانواده ما میگیم که مفهومی که برای خانواده بیان میشه شامل دو نوع مفهومه، یا مفهوم مفهوم لغوی هست و یا هم مفهوم مفهوم اصطلاحی است. در خصوص مفهوم لغوی که ما برای خانواده بیان میکنیم، لغت دانان خود خانواده را مترادف با واژه عربیش که عائله و اهل باشه بیان میکنن. اما از نظر لغت او قسمی که ده خدا بیان میکنه، میگه که ارتباط میان
همسر و هم زوج و زوجه بح. یعنی میان دو طرف که خانم آقا باشه رو بیان میکنه. بعد در ادامه ای در فرهنگ لغتنامه بهش میگه که ارتباط و همبستگی عاطفی و احساسی بح. وقتی که ارتباط و همبستگی عاطفی رو به میان آورد، بیانگری ایست که این احساس و عاطفه باید بگونی باشه که میان بقیه اعضای جامعه شکل نمیگیره، بلکه این ارتباط بر مبنای احساس و عاطفه است که زوجه و زوج با همدیگه دارن. زمان زوجه و زوج زوج متعالی و خوبی گفته میشن و زمانی هم جامعه ما جامعه سالم گفته میشه که این ارتباط و همبستگی عاطفی با هم همراه باشه. اگر این احساس عاطفه وجود نداشته باشه، طبیعی است که در اونجا ما سراغ انحلال نکاح و ازدواج میریم و این نکاح و آثار نکاح تقریبا منحل میشه. یعنی او چیزی که یک خانواده رو حفظ میکنه و ثبات قدم بر او خانواده ایجاد میکنه و خانواده رو ثابت میسازه و پایدار میسازه، طبیعی است که بودن احساسات و عواطف دو طرف هست. بله، تشکر. و الان مشخصا ما در وقتی در مورد خانواده صحبت میکنیم، یک قرابتی هم شکل میگیره که یک اجتماعی کوچکی به نام خانواده تشکیل میکنه و صحبت در خصوص نسب و سبب هم فکر میکنم تا حدودی البته حدود گسترده ای به میان میاد. بله، ما اگر وقتی به مطالعات حقوقی مراجعه بکنیم، حقوق دانان برای تعریف خانواده معیارات متفاوتی را در نظر گرفتن. یکی از این معیارات که قانون مدنی ما هم از او تبعیت کرده، تعریف خانواده بر اساس قرابت هست. مثلا قانونگذار ما، یعنی در قانون مدنی در ماده 56 خودش میگه که فامیل انسان متشکل از اقربایی هستند که با یک اصل مشترک با همدیگه جمع شده باشن. ده. از واژه‌ای که مقنن در اینجا استفاده میکنه اقربا، ما به این نتیجه میرسیم که بین اعضای خانواده باید یک قرابتی وجود داشته باشه. قرابت خودش از نظر لغوی به معنی نزدیکی معنی میده، اما در مفهوم اصطلاحی خود قرابت به سه نوع میتونه وجود داشته باشه. یکی قرابت یا قرابت نسبی است، یا یک قرابت قرابت سببی است، اما قسمی که شما هم اشاره کردین، و یا هم یک قرابتی که شکل میگیره قرابت قرابت رضایی است. حالا ما ببینیم که آیا جزء خانواده تمام اقربا، که یعنی تمام اونایی که به ما خیشاوند هستند و جزء اقارب ما گفته میشن، جزء خانواده ما هم محاسبه میشن یا گفته میشن یا خیر. اگر قرار باشه که تمام اقربا و اونایی که جزء نزدیکان و خیشاوندان ما هستن جزء خانواده هم حساب شوند، پس این قرابت تمام اونایی که ما باشن قرابت نسبی داریم، یعنی از نظر نسب با هم دیگه یک جا هستیم، و تمام اونایی که از نظر سبب با ایشان آشنایی داریم، یعنی از طریق زوجه و زوج باعث تشکیلی قرابت شدن، و قرابت رضایی که مطابق تعریفی که احوال شخصی از قرابت رضایی داره و همه قسم قانون مدنی میگه که مکیدن شیر از پستانی غیر از پستان مادر طفل با شرایط خاص، در اینجا یه قرابت رضایی به وجود میه. حالا یه هر سه نوع قرابت یا هر سه نوع اقربا جزء خانواده ما حساب میشن یا خیر؟ برای تعریفی که قانون گذار ما قانون مدنی کرده و گفتیم اقربا رو در نظر گرفته و گفته با یک اصل مشترک با هم جمع شده باشن، لذا در تعریفش میگه خانواده یا فامیل انسان متشکل از اقربایی هستن که بر اساس یک اصل مشترک با هم جمع شده باشن، در اینجا باید هر سه نوع قرابت رو ما در نظر بگیریم. در حالی که اگر ما بخواهیم هر سه نوع قرابت رو در نظر بگیریم، برخی از مفاهیم و برخی از آثاری که در حقوق خانواده هست و قانونگذار ما به او اشاره کرده اینا ساقط میشه یا در تعارض با این موارد قرار میگیره. یکی از این موارد، مثلا اگر ما تمام اقربا رو در نظر بگیریم، در خصوص قرابت رضایی است. رضایی در همون قسمی که بیان هم شد گفتیم شرایط خاص باشه تا خانم شیر بده به او کودک، خانمی بغیر از خانم مادر خود طفل.
بنابر این تعریف در قرابت رضایی مطابق قانون فقط حرمت نکاح به بار میاره. بسیار خب، با عرض پوزش صحبت شما رو قطع کنم خانم شیخ زاده، اجازه بخواهیم میان برنامه کوتاهی داشته باشیم و شما هم چایتون رو بنوشین، انشالله در بخش سوم ادامه صحبت ها رو برای بینندگان عزیز خود تقدیم میکنیم. دوستان عزیز ارجمند، پیام کوتاهی رو در خصوص حقوق خانواده هم میبینیم و انشالله بخش سوم برنامه هم باقی مانده که این موضوع رو تفسیر بیشتری خواهیم داشت. خب، توجه شما را به ادامه صحبت ها همچنان جلب میکنم. دوستان عزیز ارجمند، در خصوص قرابتی که میتونه میان اعضای خانواده باشه و در واقع این اعضای خانواده به نسبت این قرابت در کنار یک دیگر جمع میشن و خانواده شکل میگیره، داشتیم صحبت میکردیم. قرابت که بر اساس نسب، سبب و رضایی بود. ادامه صحبت های شما را میشنویم، بفرمایید. بله، ما گفتیم در قانون مدنی معیار خانواده را قرابت خانواده دانستن، یعنی تمام اونایی که جزء خیشاوندان ما محاسبه میشن و بیان میشن جزء خانواده ما هم هستن، بنابر تعریفی که قانونگذار ما داشت. اما گفتیم قرابت خودش به سه نوع بود: یا قرابت از نظر نسب بود، یا قرابت از نظر سببی بود، و یا هم قرابت از نظر رضایی بود. در قرابت رضایی ما گفتیم اگر معیار تعریف خانواده را تمام اقربا یا معیار قرابت ببینیم، این تعریف درست نیست. چرا؟ چون برخی ها جزء اقربای ما هستند اما جزء خانواده ما حساب نمیشن در معنا و مفهوم حقوقیش. به این معنا که مثلا اگر خانمی کودکی را شیر بده با شرایط خاصی، این کودک رضایی خانم محاسبه میشه و اثری هم که این به بار میاره فقط حرمت نکاس در بقیه موارد را شامل نمیشه، یعنی حرمت و این مباحث بعدی را شامل نمیشه، مثل ارث بردن و این مباحث را در بر نمیگیره. از این طرف ما اگر قرابت را قرابت سببی که گفتیم در نظر بگیریم، یعنی به اساس رابطه ازدواج میان دو طرف این شکل میگیره، باز هم بنا به تعریفی که قانون مدنی در ماده 58 داره و همه قسم قانون احوال شخصی ما داره، میگه که اقربای سببی خیشاوندان شوهر و عمه قسم خیشاوندان خانم از نظر سبب با همدیگر خیشاوندی دارن. بنابرای این تعریفی که این دو دارن از هم، در معیار حقوق خانواده مثلا در ارث بردن بقیه اقربا یا نزدیکان ما از او ارث نمیبره، بلکه فقط زوج و زوجه هست که از همدیگر ارث میبرن. پس این ما نمیتونیم از نظر حقوقی بگیم که این هم جزء خانواده حساب میشه. در واقع این دیدگاهی که مسئله میراث عنوان میکنم و اون ردبندی که بر اساس نسب و سبب در ارث بردن وجود داره، فکر میکنم نظریه سوم رو منسوخ میکنه. بله. از نظر دیگه هم اگر باز هم قرابت نسبی که قانونگذار ما برای تعریف خانواده گفته بود ایره در نظر بگیریم، باز هم مطابق تعریفی که قانونگذار کرده میگه که قرابت نسبی یا مستقیم هست یا غیر مستقیم هست. قرابت مستقیم قرابتی که دو نفر هر دوتا، یکی اصل است و دیگری فرد، یعنی هر دو از نسل یک نفر باشن، این قرابت غیر مستقیمه. و قرابت مستقیم مثل ارتباط فرزندان با پدرشان و عمه قسم پدر با پدر کلان و به اجداد، این میشه قرابت مستقیم. اما قرابت غیر مستقیم مثلا ارتباط خواهر و برادر که در اصل مشترک یا جامعه نسب با هم برابر هستند که میشه پدرشان اصل، و یا هم قرابتی که دو فرزند کاکا یا دو پسر کاکا و دختر کاکا با هم دیگه دارن. اگر ما این تعریف را در نظر بگیریم، گستره خانواده خیلی بزرگ میشه. بله. هم از نظر بود
عاطفی و احساسی نمیتونیم این خانواده رو تعریف درست برای این تعریف رو بگیم و هم از نظر بار حقوقی که به بار میاره، لذا نمیتونیم بگیم این تعریف تعریف درستی هست و این تعریف رو هم برخی از حقوقدانان رد کردن. لذا یک معیار بعدی رو هم برای تعریف حقوقدانان در نظر گرفتن که این معیار یا بر اساس نفقه هست و یا هم بر اساس ارث بردن هست، که در معیار الزام به انفاق میگه تمام اشخاصی که نفقهشان بر مرد واجب هست جزء خانواده او مرد محاسبه میشه یا جزء خانواده او مرد حساب میشه. بنابر این تعریف معیار نفقه را میگیره، مثل همسر، فرزندان، اینا جزء خانواده هست. ولی ما این هم برخی ها رد کردن، به این دلیل رد کردن که ما در حقوق خانواده و در مباحث مربوط به خانواده باید مباحثی را مطرح بکنیم که قبل از تشکیل خانواده و انحلال خانواده را هم در نظر بگیره. بله. در حالی که در الزام به انفاق نفقه‌ای که مرد میده خانواده تشکیل شده، عقد نکاح منعقد شده، آثار نکاح جاری شده، بعد از او بازو بخواهد تعریف خانواده را بیان کرده، در حالی که ما باید بر اساس معیار علمی و حقوقی خود اول باید تعریفی از خانواده داشته باشیم، بعد از او باز بیایم آثارش رو بگیم. در اینجا که آمده معیار الزام به انفاق را در نظر گرفته یا وجوب نفقه را در نظر گرفته بعد از تشکیل خانواده است، یعنی اساسا خانواده تشکیل نشده تعریف شده، او وقت آمده مفهوم خانواده رو بیان کرده. بسیار خب، قانونگذار یا صاحب نظری که در واقع چنین قانون را به میان گذاشته، به هر حال اتفاق نظری هم وجود داره و مخالفینی هم بر ایده هستند. حالا مهمتر این هست که یک زندگی مشترک و ازدواج و عقد نکاح آثار فراوانی میتونه به همراه داشته باشه. فکر میکنین که خیلی میتونه مشکل ایجاد کنه در صورتی که هم ما موافق این نظر داریم و هم مخالفشه؟ خیلی کوتاه نظر پایانی شما رو میشنویم. چون این نظریات مخالفین بیش از حد داشته و مغایر با مواد قانونی ما بوده و از این طرف با شرع ما بوده، مثلا قانونگذار معیار دیگه رو بر تعریف بیان کرده. یکی از این معیارها ارث بردنه که باز هم این مخالفین رو داشته. مثلا میگه مطابق این معیار میگه هر کسی که از ما ارث میبره جزء خانواده هست. باز گستره خانواده خیلی بزرگ میشه، باز هم از نظر بعد احساسی و عاطفی درست این خوب تامین نمیشه و از نظر طرف دیگه هم در برخی از ازدواج ها مثل ازدواج مسیار که اکثریت فقهای اهل سنت ایره پذیرفتن و در مناطق مثل عربستان هم رواج داره، ازدواج به گونه شکل میگیره که بعد عاطفی و احساسی وجود داره، ارضای عواطف و احساسات جنسی و جسمی هست، اما طرفین از برخی از حقوق و تکالیف خود عدول میکنن یا زوال میپذیره این حقوق. یکی از اون حقوقی که زوال میپذیره ارث و نفقه هست. اگه ما این رو بپذیریم باز هم دوچار مشکل هست. لذا تعریف جامع و کاملی که ما میتونیم برای خانواده بگیم و او چیزی که تمام حقوقدانان بهش تاکید کردن و از نظر بعد اجتماعی، اخلاقی و عاطفی هم در نظر گرفته شده، در این تعریف میگن مناسبت فرد با فرد دیگر، یعنی یا زوج با زوجه است که با همبستگی عاطفی و احساسی گرده هم جمع شدن و حقوق و تکالیفی رو به هم به بار میارن. بله، سپاسگزارم میکنم خانم شیخ زاده. ممنون از صحبت‌های شما. ظاهرا فرصت به پایان رسیده و ناگزیر هستیم که از حضور شما خدافظی کنیم. ان شاء الله که موفق و معید باشید. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم مطالب امروزی مورد توجه شما عزیزانم واقع شده باشه. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.